دکتر حبان، میخواستم با شما راجع به سلامتی کلی صحبت کنم. شاید بتونیم به بیننده های چیزای ساده از چه نظر؟ از نظر از نظر روش زندگی یه کارهای کوچولو که میتونن انجام بدن صبح تا شب، مثلا خوردن از یا خوردن یا همین هرچی که شما فکر میکنین. خب ببین، یه چیزایی که فکر میکنین واجب باشه. یه چیزی که من همیشه خیلی راحت توضیح میدم، یعنی خیلی تذکر میکنم روش، که وقتی میخواین غذایی بخورین، هرچی میخواین بخورین، توجه بکنین که این چیزایی که دارین میخورین چقدر به طبیعت، حالا اونجوری که خداوند در طبیعت آفریده یا اونجوری که در طبیعت به وجود اومده و غیره، نزدیکتره و یا چقدر از اون دورتره. بله، هر چقدر ما چیزایی که میخوریم نزدیکتر به اون باشه، به چیزایی که خب در طبیعت و خداوند به همون شکلی که در اومده برای ما بهتره. بله، هر چقدر بشر یا انسان درش دست برده باشه و تو کارخونه برده باشه و بسته‌بندی کرده باشه و هزار جور بلا سرش بیاره که مثلا نمیدونم داغش بکنه، هیتش بکنه، رنگ بهش اضافه کنه، سرخش کنه یا روغنای داغ شده توش استفاده کنه، پریزرواتیو یا مواد افزودنی بزنه بهش، هورمون بزنه بهش، نمیدونم خیلی چیزا، هر چی بیشتر این کارو بکنیم از اون حالتش بیشتر دور میشه. یا اینکه مثلا بگیریم، مثلا به عنوان مثال ساده، یک آرد سفید در اصل اول چی بوده؟ یک گندم کامل بوده. درسته. ولی اینو گرفتن چیکار کردن؟ بلیچش کردن، بعدم تمام اون موادی که، یعنی جوری که پروسه میکنن، تمام اون مواد لازمو ازش دور میکنن، میشه تبدیل به یه چیز بیخاصیت مضر. بعد میگن تازه چی انریچ میکنن، یه عالمه چیزای ویتامینای دیگه اضافه میکنن که تازه اون ویتامین ها اصلا چیز سالمی نیست که بهش اضافه میکنن، چون همش چیزای آیزوله مصنوعی جدا شده است. درسته. شکر به همین صورت، یا خیلی از چیزایی که میبینین هزار جور بلا سرش میارن و از اون حالت طبیعی خارج میشه. بله. پس یا اینکه یکی راه دیگه که میتونم بهتون بگم، سوپرمارکت که میرین، معمولا این سوپرمارکت یه آیل اوله که پر از میوه و سبزیجات و این چیزا هست، یه آیلم آخره که مثلا ماهی و گوشت و اینا، آیلای وسط تمامشون چیزای بسته‌بندی شده است. پس سعی کنیم فقط اصلا اون دو آیلای وسط اگه نرین هرچی کم تر ببینیم بهتره، فقط اون دو تا آیل اول و آخر. آره فکر کنم مرسی دکتر، خواهش می‌کنم. حالا شاید هم بیشتر حتما بتونین یاد بدین. خواهش می‌کنم. مرسی.